وزیران امور خارجه 7 قدرت صنعتی جهان در پایان اجلاس 3 روزه خود در شمال آلمان یک بیانیه 46 بندی را منتشر کردند و مواضع خود را در برابر مسائل و چالش‌های مهم جهانی اعلام کردند. برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های موشکی و وضعیت حقوق بشر ایران نیز یکی از بندهای مطرح شده در این بیانیه بود که در آن بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده است. گزارشی از سارا دماوند در این باره. بیانیه پایانی نشست وزیران امور خارجه گروه 7 در آلمان شامل 46 بنده از اروپا و تهاجم روسیه به اوکراین تا شرق آسیا و چین تا خاورمیانه و ایران. گروه 7 در بند 23 و 24 این بیانیه به پیمان عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و همکاری گروه 7 برای پاسداری از آن در سالهای گذشته اشاره و به دنبال آن در بند 25 به ایران و فعالیت‌های هسته‌ایش پرداخته. 7 کشور عضو گروه 7 در بیانیه مشترک خود تأکید کردند که باید اطمینان کامل داشته باشیم که ایران هیچ گونه فعالیتی پیرامون ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها از ایران خواستند از گسترش بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای خود خودداری و به تمام تعهداتش بر اساس توافقنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشه و به تشدید تنش‌های انجام شده در 18 ماه گذشته که منجر به تحولات بسیار جدی و نگران کننده شده پایان بده. گروه 7 همچنین اعلام کرد که به طور همه جانبه و قاطع از راستی آزمایی و نظارت حیاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران حمایت خواهد کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که بدون تأخیر بیشتر تمام اطلاعات مورد نیاز را برای روشنسازی و حل مسائل باقی مانده در اختیار آژانس قرار دهند. ابراز نگرانی در مورد فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک و کروز و همچنین فعالیت‌های پهپادی ایران از دیگر موارد گفته شده در این بیانیه است. اعضای گروه 7 از ایران خواستند حمایت سیاسی و نظامی خود را از گروه‌های نیابتیش در منطقه را متوقف کنه و به طور کامل به تمام قطعنامه‌های شورای امنیت پایبند باشه. نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی در ایران، جلوگیری از اجتماعات مسالمت‌آمیز، نبود آزادی مذهب، عقیده و بیان، بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و دو تابعیتی و مدافعان حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی از دیگر موضوعات مورد نگرانی در بیانیه پایانی وزیران خارجه گروه 7 است. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر آلمان.